با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و دوم از ماه سپتامبر. در روزهای جمعه قرار است که یک ساعت خدمتتون باشیم، ساعت 6 بعد از ظهر، و چنین خواهد بود. اجازه بفرمایید که یک داستان کوتاه از استاد سخن سعدی خدمت شما بخوانم، بعد میپردازیم به علل سقوط دولت‌ها. دولت‌ها به چه دلیل ساقط می‌شوند؟ خب، به سرهنگ سلطان چنین گفت زن که خیز ای مبارک در رزق زن. کسی چون سرهنگی داشت در دوره سلطان، گفت پاشو در منزل سلطان بریز و بپاش و خورد و خوراک زیاد هست، یه چیزی هم گیر ما بیاد، گیر تو بیاد، گیر ما هم بیاد. برو تازه خانت نصیبی دهند که فرزندگانت نظر بر رهند. گو برو چیزی گیر بیاد، بچه ها گرسنن، نگاهشون به آمدن تو از هر موقع میری بیرون. برو اونجا شام داره میشه، اونجا یه چیزی خلاصه تو سفره کنه بیار، توی دستمال ارز کنم که کتانی پلاستیک نمود. زمان به گفتا بود مطبخ امروز سرد، که سلطان به شب نیت روزه کرد. گفت آشپزخونه سلطان و شاه هم امروز تعطیل سرد داشت، چون دیشب فرمود که امروز میخواد روزه بگیره. شاه چون روزه است دیگه، افطار دیگه چیزی نیست، مفتاره خبری نیست. زن از ناامیدی سر انداخت پیش، همی گفت با خود دل از فاقه ریش. فاقه یعنی فقر، بیچارگی، مایوس شد بیچاره، سرش انداخت، هم گرسنه بود. فاقه ریش که سلطان از این روزه گویی چه خواست، که افطار او عید طفلان ماست. خورنده که خیرش براید زده است، به از صائم و دهر دنیا پرست. اینجا چاپم گم شده، یعنی نقطه افتاده. میگه اون کسی که روزه میخوره اما یک خیری ازش میاد بعدشان، بهتر از کسی است که دائم روزه است ولی خودش دنیا پرسته. خورنده که خیرش براید زده است، به از صائم و دهر دنیا پرست. مسلم کسی را بود روزه داشت، که درمانده ای را دهد نان چاشت. وگرنه چه لازم که سعی بری، ز خود بازگیری و هم خود خوری. داری روزه میگیری، میگی من دیگه نمیخورم غذا، در خود از خودت باز گرفتی و بعد دوباره میشینی خودت هم میخوری، یعنی به کسی احسان نمی کنی. اشاره است به این ثروتمندانی که حسین آقا، حاج آقا عرض کنم که روزه میگیره اما دستش تو جیب مردم، اموال مردم میدوزه. حداقل یک نمیدونم چند صد هزار نفری در ایران ما امروز به همین عادت هستن. بله، خب دو سه بیت دیگه زیبا دیدم، حیف من نخونم. یکی را کرم بود و قوت نبود، کفافش به قدر مروت نبود. که سفله خداوند هستی مباد، جوانمرد را تنگ دستی مباد. کسی را که همت بلند افتد، مرادش کمند در کمند افتد. خب عرض میکنم خدمت شما که بعضی از هموطنان ما، خدا حفظشون کنه و عمرشون طولانی کناد و 300 سال به عمرشون اضافه کناد، انقلاب که شد هواپیما سوار شدن در وستفود پیاده شد یا در ولی، حالا بعضیشون بهتر بود اورنج کانتی، دیدن اه فروشگاه ایرانی اینجاست، دکتر ایرانی هم که اونجاست، همه چیز ایرانی، اطراف شیرینی‌پزی ایرانی، اینا نه بیچاره‌ها انگلیسی یاد گرفتن
نه یه روزنامه خوندن با همون ذهنیتی که از تهران آمدن، خدا حفظشان کناد، و با همون ذهنیت نشستن. 40 سال هم گذشته یک کلمه نمیفهمن آقا داستان چگونه است. یک بار یه 25 سنتی هم نده یه روزنامه بخونه آقا چه خبره توی مملکت، با همون ذهنیت. اسناد و مدارکشون هم که با خودشون میارن همون هاست که میدونید. ما اینجا آمدیم نه واقعا به خواست، نه با میل، بلکه به دعوت آمدیم، در باب یک مطلبی صحبت کردیم و بعد یک محترمی رفته است در یک تلویزیون دیگه، ببینید آقا، ببینید من سند دستم هست، در باب موضوع زمین بود و اصلاحات ارضی بود و فلانی حرفا، این دیگه انقدر قضیهش فاش هست که احتیاجی نیست. بله این موضوع حرفش، فکر میکنم حسن ارسنجانی در سال 1331-32 زد، در مرداد ماه بود، و بعد وقتی علی امینی نماینده در واقع منتخبین شد، آمد و یک چیزی برد به مجلس 20 که بله این خانخانی باید چنین بشود یا چنان بشود، سالها پیش از داستان کندی و اینها بود. و بعد که روزگار عرض کنم رسید روزگار کندی، مردم بودجه کم داشت مملکت، از روزگار کمبود بودجه به خاطر محاصره اقتصادی ایران در روزگار دکتر مصدق، دولت دکتر امینی هم نتوانسته بود به قول معروف بودجه رو تأمین بکند، کشور فقیر بود، 3.5 میلیون تقاضای وام کردن. دولت کندی هم میگفت بایستی از پایین به بالا اصلاحات بشود، و از ترس کمونیست ها عرض کردم، چون گفتن آقا در ایران نداریم طبقه کارگری که مارکس میگوید، ولی کشاورزان ممکنه انقلاب بکنن و اینها، عرض شود که فشار رو بردن، تحمیل کردن، این داستان برن در ایران روبرا شد و خیلی داستانش مشهور است. شما به حرف من توجه نکنید، برید گوگل، آقا گوگل، گوگل میدونی چیه از پیر مرد، خدا حفظت کنه، برو گوگل اونجا بزن جان اف کندی اند لند ریفورم این ایران، 100 میاد مقالات دانشمندان، وقایع اون روزگار، کی چه کرد، کی چه گفت، همه اونجاست، پیداش میکنی. اگرم خودت نمیتونی، سوادش نداری، بده 90 بخونه برات. بله این صحبت امینیه، میخونم براتون سالها قبل از این داستان عرض کنم که اتفاق افتاد. امینی میگوید کشاورزی و زمین، اصلاح کشاورزی بزرگترین عامل مؤثر در بهبود اقتصاد ایران است، میزان تولید فوق‌العاده ناچیز است، ایران ابزار کشاورزی ابتدایی ناقص است، دهقانان فقیرند، باید مالکان کوچک را تشویق کرد، املاک بزرگ از طریق خرید تقسیم کرد. بله کشاورزی مکانیزه شود، مؤسسات بهداشتی و فرهنگی و مالی و تعاونی در روستاها ایجاد شود، اداره امور ده به روستاییان واگذار شود. بله این داستانا حرفا زده شده. این به مانند آن است که بگیم آقا آمریکا رفتن به کره، ما بگیم آقا این مال ما بوده، ما رفتیم، ما اولین کسی که رفت به هوا ما بودیم. مگه نرفت کی کابوس رفت نمیدونم بره بریان که زد به چوب، عرض کنم عقابا بردنش کره، بخوا این از ما دزدیدن. این داستان ها دیگه رسواتر از اون هست و کوسش کوبیده شد در سر تا سر گیتی و در تاریخ که بشود در یک برنامه تلویزیونی مال کشی کرد. خب از این میگذرم، چون واقعا از بس ما گفتیم و در واقع فشار به اعصاب و روان خود وارد کردیم از این همه دروغ و لاطائل که در این لس آنجلس گفته شد در این سالها، اینها دیگه هم خسته شدیم، همی که از پا افتادیم واقعا، دیگه من وارد این قضایا نخواهم شد. دوستان عرض میکنم ما جستجوی حقیقت نیستیم، از بس جاهلیم و از بس نادانیم و از بس در واقع چگونه عرض کنم مصلحت خود رو هم نمیفهمیم، مصلحت کشور رو هم نمیفهمیم، مصلحت ملت رو هم نمیدونیم، فقط مصلحت خودمان. و این حق ما بوده که اینطور در به در هر کسی یه گوشی از آلاسکا بگیری تا کمچاتکا ایرانی فراری است، به خاطر این جمهوری پربرکت که به خاطر عدم رعایت قوانین مملکت و بیرون کردن ملت از صحنه سیاست و استبداد بوده. دوستان
و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین. خب برگردیم سر اصل موضوع که میخواستم خدمت شما عرض کنم، سقوط دولت ها. ما نگاه کنیم به تاریخ ایران، ببینیم هخامنشیان یک مرتبه میگفت خب هخامنشیان هم با حمله اسکندر ساقط شدن، بعد میام اشکانیان، بعد ببینیم اشکانیان بعد از 600 سال اینا هم ساقط شدن، آقا اومدن یک گروهی به نام ساسانیان پیدا شدن و اون ساقط کردن. خیلی خوب، حالا تا این مورد یه خارجی داریم، بعد ببینیم که ای بابا ساسانیان هم بعد از 400 اندی سال یه مش عرض کنم اعراب یابان آمدن ساقط شدن، گرفتن ایران رو گرفتن. بعد از مدتی مغول ها آمدن از ایران رو گرفتن، بعدش تیمور لنگ آمده، بعدش محمود افغان آمده. میخوام خدمت شما عرض کنم اصل بر این است که هیچ دولتی از بیرون سقوط نمی کند، از درون است. علل سقوط رو از داخل بایستی نگاه کرد، بیرونی نیست، داخلی است. یکی ممکن است بگوید که آقا خب این صدام حسین، این آمریکایی‌ها رفتن زورشون زیاد بود اونجا چیز کردن. نه، درسته که آمریکا رفتن عراق رو چیز کردن، خراب کردن پرا، اما باز علل داخلی داشت. اگر این صدام حسین یه آدمی بود که در واقع حقوق مردم رعایت میکرد، یه نیمچه دموکراسی اونجا داشت، هیچ که بهش حمله نمیکرد. یک، حمله به ایران، دو، حمله به کویت، بعد بهانه داد دست چند تا آدم نادان در این مملکت که حمله بکنن، این مملکت خراب کنن و به این روز بیاندازن که میبینید. باری همه دلایل داخلی است، علل اصلی داخلی است. ما در باب ساسانیان بسیار سخن شنیده ایم و کتاب ها هست و از اون چه راجع است به قبل از عرب و حمله اعراب بیشترین اطلاعات در باب ساسانیان هست. ما از اشکانیان زیاد نمیدانیم، در باب هخامنشیان میدانیم، اندکی میدانیم، به جهت اون که مورخان عرض کنم یونانی و غیره نوشتن، سنگ نوشته ها هست، توانستیم بدانیم یک چهره عمومی از وضعیت پادشاهی هخامنشیان، اما در باب ساسانیان بسیار میدانیم. اصولا دولت ها زمانی سقوط میکنن که بعد از گذشت روزگار اون قوه ابتکار لازم یک دولت برای رفع مشکلات مردم رو از دست بدهد و مردم ناراضی شوند، و در روزگار ناراضی است که دشمن حمله می کند و فساد هم در تمام در واقع اطراف و اکناف مملکت فساد هم گسترش پیدا می کند. به جهت اینکه هرچه استبداد بماند فاسدتر می شود. اگر نگاه کنید بهترین آدم های هر سلسله بنیانگذارمون بوده و هرچی بیرون رفتیم جانشینان او بیورزه تر و فساد بیشتر، سرانجام یک دشمن خارجی رسیده و ساقط کرد. در روزگار ساسانیان عرض می کنم که روزگار درخشان انوشیروان کبیر گذشته بود، حکومت رسیده بود به از شبت قباد و بعد خسرو پرویز، و این خسرو پرویز زمینی که پادشاه خیلی محتشمی بود اما بسیار خودخواه بود. در همین روزگار است که بهرام چوبین قیام می کند. بهرام چوبین با عده قلیلی رفت در مرزهای خراسان، یک سپاه می گویند 500 هزار نفری رو شکست داد و بعد نامه نوشتن به پادشاه که این تمام غنایم رو برای خودش برداشته. پادشاه هم برداشت از مرکز، نامه نوشت، یک دوک فرستاد براش و یک چادر، گفت تو مرد نیستی، این چادر رو به سر کن و دوک ریسی کن. بهرام هم همین کار رو کرد. وقتی که صبح سپه سالاراش آمدن با 12,000 نفر این مرد جنگ رو برده بود. در واقع وقتی سراش کردن که سپه سالاریه لشکر ایران رو بر عهده بگیرد، آمد و از کل سپاه 12,000 نفر به قول فردوسی 10,000 انتخاب کرد، مردانی
به حدود 30 سال میانگین سنی. گفتن آقا چرا؟ گفت که سپاه زیاد دست و پاگیره، به لحاظ لوجستیک مشکله. و گفتن چرا این در این سن انتخاب کرد؟ گفت به خاطر اینکه جوانان قدر مملکت و کشور را نمیدونن، بسیارشون خانواده ندارن، اما در این سن هست که مرد حس مسئولیت میکنه، خانواده داره، بچه داره و پایداریش در میدان جنگ بیشتره. و خلاصه با 12,000 نفر این سپاه عظیم رو شکست داد. این یکی از افتخارآورترین عملیات نظامی در تاریخ ایران زمین هست، اون چه به دست ما رسیده و اینها، چنین میگوید. و بعد بهرام دوک فرستادن براش، نشسته و چادر انداخته به سر، مشغول شد به دوک ریسی. و سپاهیان آمدن گفتن این چه چیزیست، این چه کاریست میکنی؟ گفت این خلعتیست که به ما دادن، مرحمت فرمودن، مزد ما رو دادن. اینها آمدن این 12,000 نفر با پتک، با چکش سر این خنجرها رو کج کردن، یعنی ما از شما برگشتیم به دولت مرکزی. و این 12,000 خنجر رو فرستادن و بهرام شد فرمانده کل اینها و تیسفون رو گرفت و 1 سال هم پادشاهی کرد. آقای خسرو پرویز چه کرد؟ فرار کرد و پناهنده شد به رومیها، پناهنده شد به اونجا، زنش هم که میدونید که از اونجا گرفت اونجا، و سپاهیان بسیار در اختیارش گذاشتن. و در جنگی که شد بهرام شکست خورد متاسفانه و از کشور گریخت، که بعد آدم فرستادن در دوردستا بهرام چوبین مرد بزرگ کشتن. و اگر ما یک همچین جنرالی چند سال بعد در جبهه قادسیه می داشتیم، که البته به شواهد و قرائن، همواره بایستی گفت به شواهد و قرائن، چون تاریخ رو با اگر مگر نمیشه، چون اتفاق نیفتاد نمیدانیم، اما با شواهد و قرائن اگر یک سپاه فرماندهی مثل بهرام چوبین بود، این اعراب رو تا مدینه میدوانید، باقی مانده هاشون رو تا مدینه اینا رو میدوانید. باری اون رفت و بعد سپه ساران لایق هنوز بودن، شاهین، شهربراز، اینها رو عرض کنم در جنگ های رومیان رشادت ها از خود نشون دادن. اما وقتی که رشادت نشون دادن و محبوب شدن و حتی اینها رفتن در محل فلسطین، اونجا این چلیپ های عیسی رو آوردن. چلیپ ها همون صلیبی بود که مسیح رو بهش مصلوب کرده بودن، اون رو آوردن و مدت ها جنگ بر سر این تکه چوب بود. پوراندخت، فکر میکنم پوراندخت بود از دختران پادشاه خسرو پرویز، که این چوب رو پس داد. باری سپاه ایران قد مقتدر بود که قسطنطنیه رو در محاصره گرفت و هرقل در واقع دچار وحشت شده بود که ممکنه کشورش سقوط کنه، یعنی بخش شرقی امپراتوری به دست ایرانیا بیفته. و اینو برگشتن کشتن این سرداران رو، به جسدشون توهین کردن. و رفته رفته طوری شد که یک جنرال لایق در ارتش ایران نماند، کما اینکه وقتی اعراب آمدن همین رستم فرخزاد که فرستادن اونجا، آدم بی عرضه‌ای بود، آدم بی عرضه‌ای بود این رستم فرخزاد. و پیش از او ما بهمن جادویی رو داریم، آدم لایقی بود، سنی داشت. و بعد در جنگ نهاوند یک جنرال پیدا نمی کردن، یه پیرمرد 70 ساله رو آوردن فرمانده سپاه کردن، چون جنرال نداشت مهم بکن. و از علل سقوط در واقع همین نارضایی‌ها بود، طبقاتی بودن جامعه بود، فساد تشکیلات دربار بود، همه اینها بود. وگرنه چگونه می تواند بین 6 تا 10 هزار یا 15 هزار عرب، که 15 هزار نبودن، بتوانند یک امپراتوری رو شکست بدن؟ از داخل پوسیده بود، به اساس تکیه کرده بود، لرزان به اساس تکیه کرده بود. این است که از داخل بود. و بعد این آقا رو فرستادن اونجا که اینها رو دور کنه از مرز ایران. سواران سنگین اسلحه ایرانی هرگز تمرین جنگی در آب و هوای گرم نداشتن، به خاطر اینکه ما دشمنی در مناطق گرم نداشتیم.
بلکه جنگ ها بیشتر در شمال غربی و شمال شرقی بود که آب و هوای خنک داشتن. اینا رفتن اونجا به موقع بود، زمستان بود، نشست اونجا چرتکه انداخت و رمد استرلاب تا هوا، استرلاب تا هوا به منتهای درجه گرما رسید، اون موقع جنگ شروع شد. اعراب با یک لباس نازک، شمشیرهای کج که از اینجا اونجا دزدیده بودن، البته اسبا که از خود ایرانیان دزدیده بودن، چالاک و عادت داشتن به آب و هوای گرم، همون عده معدود الله اکبر گفتن و این سپاه عظیم رو شکست دادن، به طوری که طبری میگوید 100,000 مرد کافر، منظورش اجداد خودمان است، کشته شد در اونجا. پس این شجاعت عرب نبود، فساد داخل بود. و بعد ملیون چه کردن؟ ایرانی زیر چنین ننگی نرفت که قبول بکند که سپاهش، ارتشش از یک مش آدم بیابانگر شکست خورد. انداختنش گردن قضا و قدر، میگوید ستاره شمر بود و بسیار هوش، آمد استرلابش آورد و گفت ستاره نگردد مگر بر زیان. گفت تشکیلات خلقت و آسمان ها و زمین علیه ما حرکت بکنه و ما حتما زیان میبینیم. این رو چیز کردن، به میان داختن که این ننگ شکست رو قبول نکنن، بگویند که تقصیر ما نبود، تقصیر قضا و قدر بود، مقدرات آسمانی چنین بود که ما شکست بود. خب اجازه بفرمایید من خواهش کنم سپر یک موسیقی خوب پخش کنن، برمیگردیم یکی یکی تا برسیم به عصر حاضر. امیدوارم وقت که خیلی کم هست، 1 ساعت 50 دقیقه فرصت نیست، ولی ببینیم چه میکنیم. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. نخستین مجموعه ساز و سخن برگزیده از اشعار حافظ، سعدی، خیام و ملک الشعرا بهار بر روی 4 CD. جهت تهیه این مجموعه با شماره تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید. با درود بر شما هموطنان گرامی، در باب تاریخ صحبت میکنیم و سقوط دولت ها و عرض میکردم که در تمام این وقایع که ما در واقع دیدیم و خوانده ایم و اینها از داخل بوده. یکی از سرداران بسیار بزرگ ایران که یکی از فتوحات شایان رو برای ایرانیان آورد سورن بود، سورنا. ملک الشعرا بهار در اون قصیده مشهور لزنیش میگوید خون در سر من جوش زند از شعف و فخر، چون یاد کنم رزم کراسوس و سورن را. و واقع اشارش هست به همون سردار که 27 ساله بود و یک تاکتیشن بزرگ بود و شکست داد هم سورنا هم کراسوس کشش هم پسر. بسیار خوب، حالا از این میگذاریم. بعد میرسیم به عرض کنم که اعراب که عرض کردم و همین داستان ننگین جنگ قادسیه، که این جنگ قادسیه در واقع کمر ایران زمین در اونجا، کمر تاریخ شکسته و ننگی از این بزرگتر ما در همه تاریخ مملکتمون سراغ نداریم.
که عده‌ای بدون تاریخ سلحشوری و سپاهیگری بیایند و تیسفون رو بگیرند و این بزرگان این مملکت رو بکشند و بعد دختران و زنان رو تجاوز کنند و جلوی شطورشان بدوانند تا مدینه و در اونجا بفروشند و پولش رو به جیب بریزند در راه الله. در راه الله این ننگ هرگز فراموش نمی شود و در واقع پیامدهاش هم متاسفانه این سرطان عود می کنند. نگاه کنید به این دولت و حکومت ایران، در تاریخ بشر چنین چیزی نبوده، در تاریخ انسان چنین حکومتی نبوده. یک ملت رو به اسارت گرفتن و کوچکترین عرض می کنم که حقی از این ملت رعایت نمیشه. اینها شاگردان اونا هستن، در واقع پیروان همونها هستن که در مدینه بودن، یادتون نره. خب بعد از عرب خب کشور ما تقسیم کردن و هر شبت که هر استانی رو، هر بخشی رو به یک سپهسالار عرب دادن که تو وظیفت اونجاست که اسلامیزه کنی و مواظب باشی از آنها گفته بشه. اونهایی هم که حاضر نیستن که مسلمان بشن، از اینها جزیه بگیرید. جزیه های کلان میگرفتن که شما بتوانید زرتشتی باشید. بیچارا می اومدن با چه توهینی لگد به اینها میزدن، سیلی میزدن اینها. و خانواده های ایرانی خب هیچ حقی نداشتن در تمام روزگار بنی امیه و اینها که چیزی نبود، تا روزگار بنی عباس که به همت ایرانیان و سپاه خراسان و فرماندهی ابو مسلم خراسانی این عباسیان را آورده بودند. خب اینا قومخیش اونا بودند، از اونا هم بدتر بودند. اما ایرانیان نفوذی پیدا کردند، خانواده های ایرانی عرض کنم که گاهی اونچنان به قدرت رسیدند که این خلفا را عوض میکردند، سیلی میزدند، اما خلیفه را بر نمیداشتند، به جهت اینکه مشروعیت حکومت از اینا ساقط میشد. داستان یعقوب رو خدمتتون گفتم که در نشابور گفتند که تو حکم خلیفه نداری. گفت یک سینی آوردند و یک پارچه ابریشم روش بود، گفت حکم من در اینجاست و شمشیر کشید رو بجنبانید به قول مورخ، که همه وحشت کردن. گفت این حکم من است. مرد مردان بود. همچین سپاهی و همچین سپاهی غیرتمندی ما در تاریخ نداریم. و حمله کرد به بغداد که در واقع اعاده حیثیتی بکند. باری آرام آرام چیز شدن تا اینکه از اون سو شروع شد، از اون طرف آسیای مرکزی ها که روز ساسانیان جلو اینها رو گرفته بودند، حتی یک دیوار هم کشیده بودند، آمدن رفقای قراقالپاق و تقوز اغوز و عرض میکنم اینها زرتوستان آمدن، سلجوق و غیره و اینها که اینها قبایل مختلف بودند و آمدن. امروز هم اگر نگاه کنید امام استانها شهرهایی که زبان پارسی از اونجا برخواسته مثل بخارا و سمرقند و اینا همه دست اینا افتاده. بگذاریم، آمدن تا رفته رفته اینا حکومت‌های بزرگ تشکیل دادن، مثل سلجوقیان که بسیار بسیار اینا مردمان شجاع بودند و یک امپراتوری وجود آوردن و اینا بازم همونا هم یه باجی به خلیفه میدادن. و میرسیم به خوارزمشاهیان که از همون تیپ و طبقه بودن و کارشون به فساد کشید. یعنی این سلطان محمد خوارزمشاه که در روزگار او مغول ها آمدن، یک لشکری هم به بغداد کشیده بود که البته در همدان سپاهش از سرما صدمه دیده بود و پشیمان شده بود و اینا با خلیفه دشمنی داشت. بماند داستان های مفصلی است در تاریخ. اینها اونچنان دستگاه فاسد شد که خانم این مادرش دخالت میکردن در کار حکومت و رقابت بر سر این بود که چه کسی رو فرمانده کجا بکنن. اون از قومخیشای خودش میآورد، این از قومخیشای خودش میآورد و دستگاهش در منتهی درجه فساد بود. وگرنه
چنگیز خان رو عرض میکنم که قومی که با خودش آورده بود نمیتوانست حریف مردان جنگی بشود. به تعداد 600 هزار نفر این آدم نظامی داشته. یکی از همراهان او شمس قیس رازی است، میگوید ما حرکت کردیم به طرف مرزهای ایران، خبر قتل عام اترار و همه جا آمده بود. اینا میگوید این مغول ندیده، جنگ نکرده، فرار کرد. به هر شهری 10,000 نفر 5,000 نفر میفرستاد، میگو بریم مواظبت کنید. خودش هم فرار کرد، مغول هم دنبالش که اینو بگیرن. چنگیز خان سوگند خورده بود که هر جایی که سم اسب سلطان محمد اغروق رسیده من اونجا رو خراب میکنم، مردمش رو میکشم. اغروق یعنی دوست. مردم بخارا هم وقتی که گرفت شهر رو گفت جمعشون کنید. اینا هم اسبا رو تو مساجد میبستن و عرض کنم که قرآن ها رو میریختن زیر پای اسبا و یک داستان عجیبی. صداشون کرد، گفت که میدونم شما خیال میکنید که بیگناهید، اما من فکر میکنم شما گناهکاری و من خشم خدا هستم، بر سر شما نازل شدم شما رو بکشم از بین ببرم. چون اگه شما آدم خوبی بودین نمیگذاشتین یک دوز به شما حکومت کنم، پس تقصیر شماست. کشیدن مردم به صحرا، تمام جمعیت رو سر بریدن. همین کارم با نیشابور کردن و سایر شهرها. چنان ضربه به مدنیت کل منطقه خود که هرگز کمر علم نکرد و تا هنوز نرسیده به روز، به اون روزگار. باری اینم فساد داخلی بود دیگه. پسرش جلال الدین هرچی دیگه سعی کرد دیگه سپاه اونچنانی نداشت، بعد اختلاف میافتاد بینشون. اینم مردی بود هر شب بایستی شراب میخورد و هر شب بایستی یک زن سیغه میکرد. علی‌رغم اون دلاوری های حیرت انگیزی که داشت، این گونه مفاسد اخلاقی هم داشت و سرانجام چنگیز رو شکست داد و گریخ به هندوستان. در بازگشت اون چی کرد به جایی نرسید و ناپدید شد، در واقع کشته شد. جلال الدین شجاع، واقعا خیلی شجاع. یه دوره گذشت، جانشینان چنگیز هم از میان رفتن، سر کله عرض میکنم تیمور لنگ پیدا شد. اونم دولت مقتدری در ایران نبود، تکه تکه بود مملکت. این آمد در واقع دوره های 7 ساله داره هجوم این نیمتنه خونخوار خوناشام و باقی مونده کار مغول ها هم این خراب کرد. و ما میرسیم به صفویان، یواش یواش دولت، تنها دولتی که تشکیل شده اونها، این قزلباش های شجاع تا پای جان ایستادگی میکردن. شاه اسماعیل بود و در اوج شاه عباس کبیر عثمانی ها رو شکست داد. عرض کنم که شمال خراسانی ها رو عرض میکنم که شکست داد و کشوری بزرگ با پرچم، با هویت، با عظمت، با هنر درست کرد که البته کاستی هایی داشت به خاطر تعصبات دینی، تا رسیدیم به روزگار شاه سلطان حسین. شاه سلطان حسین صبح تا شب این کارش این نماز خوندن بود و آخونده در کنارش عرض کنم از بهشت و جهنم و هویا گفتن و هر صورت که افتاد دست آخوندهای شیعه. همه این مزخرفاتی که هست الان در اختیار به عنوان فرهنگ شیعه و آثار مکتوب شیعه، اینا 80-90% یا بیشترش در همون روزگار جمع‌آوری و گفته شده، همش هم دروغه. اون چنان به فساد کشیده شد که وقتی هم یه مرد دلیر پیدا شد که پدر بزرگ همین آقا محمد خان و اینها بود، فتحعلی خان قاجار آمد به اصفهان، با سپاه خراسان آمد، شکستی داد به محمود و اشرف و اینها. رفتن گفتن اعلیحضرت این میخواد شاهی رو خودش بگیره. گفت بگید برای ما جنگ نکنه، بیچاره 400 نفر هم کشته داده بود، سپاهش برداشت شده. آش میپختن، اصفهان که محاصره بود، اگر یک شاهزاده لایقی هم پیدا میشد که 2-3 بار پیدا شد و یک فتوحات درخشانی هم کرد،
این شاهزاده رو از کار بر کنار می‌کردن و می‌نشستن دعا می‌خوندن، 100 هزار نخود در آش، 100 هزار بسم الله می‌گفتن و بعد شکایت‌ها می‌نوشتن به امام زمان، می‌شستن در این آب جویی که به قصد پادشاه می‌رفت، در اونجا می‌شستن که این به دست امام زمان برسه، امام زمان بیاد کمک بکنه. وگرنه این چند هزار نفر سرگردن بگیر که به فرماندهی این اشرف و محمود بودن که نمی‌توانستن پایتخت یکی از بزرگترین کشورهای دنیا رو بگیرن. پس اینجا هم فساد از داخل بود و شهرش انقدر مفصل هست که گفتنش در واقع وقت بیشتری طلب میکنه. مفاسد به قدری بوده که نگفتنی است در این روزگار پایانی صفوی و روزگار شاه سلطان حسین که مشهوره. اما این پادشاهی از بین نرفت. در روزگار شاه سلطان حسین هم این بنگاه پادشاهی که عرض کردم، من شاید صد باری گفتم که من خیلی شخصا متاسفم که این تشکیلات مشروطه به جای نرسید و این پادشاهی از کشور برافتاد. باری شاه سلطان حسین با اون بی‌عرضگی هم باز پادشاهی را از دست نداد و خودش شخصا رفت و این تاج رو گذاشت سر محمود و گفت مقدرات چنین بوده که شما شاه بشید، تشریف بیارید. 400 تا زن داشت، اینا بین خودشون تقسیم کردن، 4 تا براش گذاشتن. نشست نشسته بودن صحبت میکردن، گفتن آقا 4 تا براش چی بگیرید، بقیش هم بگیرید، یکی یه زن براش باقی بذارید کافیست. و داستانهای مضحک هم بسیار هست، یه کمدی تراژدی است این داستانه شاهی شاه سلطان حسین و مطالب و مسائلی که به اون مربوط هست بسیار هست. بعد هم میرسیم به عرض میکنم حکومت نادرشاه افشار. مرد بزرگ، ایران رو نجات داد، دوباره دشمنان ایران رو سرکوب کرد. اما این 3-4 سال آخر عمر دیگه مغزش به درستی کار نمیکرد، قتلهای بیهوده میکرد، تجاوزهای بیهوده میکرد، فساد دستگاهش بسیار بسیار بالا رفته بود، تا جایی که سپهسالاران خودش از قبیله افشار نیمه شب وقتی در خواب بود سرش رو بریدن، به توطئه پسر برادرش علی قلی خان که پسر ابراهیم خان بود، ابراهیم خان را این بسیار دوست می‌داشت، اما کار به فساد رسیده بود و نادر رو سر بریدن، لشکرش از هم به طور کل متلاشی شد و مدتی در ایران جنگ داخلی بوده. ده ها پادشاه آمدند و رفتند اینها، تا اینکه کریم خان زند آمد. مرد بزرگی بود این کریم خان. معنی اگه نگیم دموکراسی به معنی واقعی، ولی معنی جمهوریت رو میفهمید. میگفت شما رعایا هستید، من وکیل شما هستم، به من پادشاه نگویید، من وکیل و رعایا هستم. و طولی نکشید، 22 سالی بود که پسر برادرش آمد، لطف علی خان هم کارهای بد کرد متاسفانه در شیراز، مردم از اون روگردان شدن و اون حاج ابراهیم کلونتر و اینها در دژ رو باز نکردن و فراری بیابانها شد و سرانجام در کرمان جنگ شد و ایشون گریخ رفت به بم، حاکم بم اون رو دستگیر کرد، تحویل آقا محمد خان داد. این حکومت زندیه بعد از 24 سال بر افتاد و قاجارها آمد. وقتی قاجارها آمدن، همین آقا محمد خان با اون وضعیت جسمی که داشت، کسی جرأت نمی کرد به ایران نگاه بکنه، روس‌ها می ترسیدن از او، تمام دشمنان ایران دچار وحشت شده بود و کشور رو باز یک پارچه کرد، چون کریم خان خراسان رو در اختیار شاهرخ گذاشته بود، کشور رو یک پارچه کرد. ارتش ایران نیرومندتر از ارتش روس بوده در همین روزگار آقا محمد خان. اما بلافاصله کسی که جانشین او شد، که البته انقلاب صنعتی شده بود و عرض میکنم یا در جریان بود و روس ها در کوتاه مدتی مسلح شدن به سلاح های مدرن، اما ایرانی ها عقب موندن. روزگار فتحعلی شاه هست. این فتحعلی شاه هیچ نداشت جز فساد، جز فساد و زن گرفتن، چیزی نداشت این مرد. خجالت هم نکشیده، بر سر گورش داده نوشتن که چه کشورها گرفتن، چه قلعه ها گشودن. بله
به قد 600 هزار کیلومتر مربع از خاک مملکت رفت، از فرهنگی ترین و آبادترین ایالات ایران از ایران جدا شد. این آقام سر قبرش گفت بنویسید من از نژاد چنگیز خانم، چه کشورها گرفتم، چه قلعه ها گشودم اینا. پس این همش از داخل بوده. آخر هم که دشمن خارجی نمید ایران رو بگیره، ایرانیان گفتن آقا ما خسته شدیم از این ستم، خسته شدیم از این استبداد، ما بیزار شدیم از زور، ما جستجوگر قانون هستیم. آمدن و گفتن خب قانون مشروطه است، این باقی ماندگان قاجار بر حکومت باشن اما کاری نباشن، دخالت در امور مردم نکنن، سرنوشت ملت به دست ملت است در مجلس ملی. آخرینش هم احمد شاه بوده و اون ولیعهدش که علی رغم همه بیوم و ارزگی هاش، این احمد شاه آدم دموکراتی بوده. حالا شما برو فحاشیتو بکن، آدم دموکرات بوده. بعدش هم که دوباره کودتا در کودتا و استبداد در استبداد، ملت بیچاره چیزی که به دست ناورد، هیچ، مجلسش از دست داد، بزرگانش از دست داد، همون شیوه سنتی از دست داد، هیچی هم به دست ناورد. اون چیزی که برش آرزومند بود و در آسمان ها جنبازش میگشت و به دست آورده بود از دستش گرفتن. زور و قنداق تفنگ و سرنیزه، چی کار داری میکنی؟ خفشید، داریم مدرنیتی میاریم. آقا نمیخوایم مدرنیتی، بذاریم مردم آزاد باشن. نه خیر، ما آمدیم با زور سرنیزه شما رو مدرن کنیم. و بعدش هم افتاد دست اینا. همه یه دلائل هم داخلی بود. البته وقتی یه کشوریه مثل ایران به لحاظ استراتژیک اهمیت داره، یه چهار تا بشک نفت هم داره، خب خارجی دنبال منافع خودشه، چون دوستی و رفاقتی که وجود نداره. خب اون هم حرکت میکنه، چگونه حرکت کنه که برای آیندهش مناسبات رو برقرار کنه و نفع خودش رو ببره. ولی همه یه دلائل داخلی بود، همش خطا بود، همش اشتباه بود. اون چی در ایران میگذاش همش اشتباه بود. حالا ما آه بکشیم، به این پشت بدیم، به اون پشت بدیم، میلیون خراب کنیم، روشنفکران فحاشی بکنیم، بکنیم پشت بدیم. شما که جز از پشت دادن چیز دیگه بلد نیستید، الحمدلله رب العالمین. یه آدمی که اندک مایه سوادی هم داشته باشه که من ندیدم، که فحاشی، اتهام و فحاشی، این حرفا، الحمدلله خدا خدا رو شکر زورمون افتاده به چونمون، چون آدم که پیر میشه زورش میفته به چونش دیگه، زور تا شب میشینه حرف میزن. باری وقت ما تمام شد هموطنم، از شما خیلی سپاسگزارم، توجه فرمودید. از سپهر گرامی ممنونم که برنامه رو هدایت فنی کردن. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.